اوستایی و زرتشتی آیین میترا که نخستین فلسفه زندگی است که میاد همین دنیا رو بهشت کنه با آموزش نیکی در هر سه چیزی که میدانید، پندار، گفتار و کردار، میگه آقا هفته یه بار این حیوانات رو نخورید، هفته یک بار گوشت نخورید. این در آیین زرتشت روزه هفته یک بار همینه. ولی اون روزه که عرب ها میگیرند و دیگران صبح تا شب شما نباید چیزی بخوری، این رو آیین اوستا، آیین زرتشت ممنوع کرده، ممنوعه. چون میگه به سلامتی ضرر میزنه که شما 12 ساعت، 16 ساعت، بعضی وقتا بیشتر 18 ساعت، بعضی وقتا 14 ساعت، بعضی وقتا کمتر 12 ساعت نمیشه چیزی نخوری، اصلا حتی آب نخوری. این از نظر پزشکی در آیین زرتشتی ممنوع هست. نمیدونستین؟ در آیین انسانی ممنوعه. یه پزشک اینو بهش میگه ممنوع این کار. ولی روزه ای که در میان زرتشتیان بوده اون این بوده که هفته یه بار گوشت نمیخوریم. حالا هفته یه بار گوشت نمیخوریم، یا آدینه شده ناهید شید، یا یهودی ها یه روز دیگه، یا مسیحی ها یه روز دیگه، فرق کرده. چون یهودیت و مسیحیت هم همین رو از زرتشت و میترا میگیرن که هفته یک روز گوشت نخور. محمد سلمان پارسی که مشاورشه، اینا وقتی که از مکه فرار میکنن میان مدینه، چون خانواده محمد میخواستن این رو بکشنش، شب علی بن ابی طالب رو در رخت خواب خودش میخوابونه، خودش با جمعی از یارانش فرار میکنه میاد یثرب. در یثرب یهودی ازش دعوت کردن، چون اینم یهودی خودش و از یک ایلو تبار و قبیله هستند و اینها، دعواشون هست در یثرب. دو قبیله اوس و خزرج، این دو قبیله با هم درگیر هستند. میگن آقا این یارو اومده توی مکه است، اسمش محمد ابن عبدالله است، اینو ما بیاریم اینجا شاه خودمون بکنیم، شهردار خودمون بکنیم، رئیس جمهور خودمون بکنیم، از دعوایی که ما داریم سر قدرت. چون یکی میگه آقا عبدالله ابن ابی بشه رئیس ما، یکی میگه اون یکی دعوای محلی دارن، از محمد دعوت میکنن که بیاد اونجا. اینم میدونه که اگر خانوادهش بفهمن میخواد بره اونجا شهردار بشه، قدرت بگیره، اول اصلا میاد اینا رو سرویس میکنه، میخوان بکشنش. لذا علی ابن ابی طالب رو سر جاش میخوابونه، شبانه فرار میکنه و میاد یثرب. وقتی میرسه یثرب و دو تا جناح یهودی شهر هم اون موقع دهی بوده یثرب، اینو قبول میکنن که بشه رئیس، و به پیغمبری نیست، به ریاست قبولش میکنن، به داور اینها باشه، چون خونه خودشون دین دارن، یهودی هم نمیخواد دین اوره که دین نمیخواد بپذیرن، تو خود این هم حالا وقتی میپذیرنش اونجا میمونه. اینا شروع میکنه یک سری همین کارهایی که مثل همه اینا که تا رئیس جمهور میشن میخوان تخت بعضی بال بیشتر، مشکل ایجاد میشه. وقتی مشکل میشه به کاروانهای قریش حمله میکنن و همه غزوات شروع میشه. آقا اینا رو در تحریم اقتصادی قرار میدن، تحریم اقتصادی محمد میشه. وقت این تازه 13 سال بعد از نبوتش، 13 سال، وقتی که تو مدینه، دیگه اسم یثرب رو میذاره مدینه، یعنی شهر با تمدن، با قانون، چون قوانین ها اینا تو کتاب هم توضیح دادن، یعنی اینجا نمیخوام زیاد بهش بپردازم. یثرب، در یثرب که میشه مدینه، تحریم اقتصادی میشه، حمله که میکنه به کاروانهای قریش و اینها، هم چیزی به دست میاد به دست نمیاد، ولی زندگی مردم نمیگذره توی اونجا، برای اینکه مجبور میشه غزوات انجام بده، هی حمله میکنه به قبایل دیگه، قبیله خیبر، بدر، بنی قریظه، همه هم قبایل یهودی هن. چون منطقه یهودی نشینه، همه هم پولدار، به اون حمله میکنه. این کینه که علیه یهودی ها دارن اینا از همون موقع است، اصلا اوله. او یهودی ها تفلی آدم هایی هستند که نمیخوان بگن، چون میگن تو از دشمنت هرچی بگی قدرت بیشتر میگیره،
و تو خود تبلیغ دشمن رو نبایستی بکنی. اگر از اول این کار نمیکردن اسلام اینقدر رشد پیدا نمیکرد. بعضی وقتا ساده لوحن اینا طفلیا. مثلا شما ببینید میاد میگن آخه آقای باراک اوباما، این خودش نوشته شده، میگن این همون باراک هم. برکت باراک هم ما داشتیم تو اسرائیل، باراک یهودی اصلش. همین شد این کلکار میزنن مردم و این یهودی ها چون ساده هستن اونقدر که شما فکر کنید زرنگن و فلان میپذیرن، میگن حسنا. یا مثلا خانواده جورج بوش رو که از پدر پسر تقویتشون کردن اینا فکر میکنن آدم خوبه، یا مثلا ترامپ رو که تقویت کردن که چون دامادش یهودی فلان اینا اینجوری هم بندهای خدا تا اسم یارو میبینن یه چیزیه. شما یه چیز بزن شما بگم مثلا مهمتر خبر نداریم. در چون بیاد علیرضا پهلوی رفیق نازنینم و لیلای نازنینم پهلوی، دو یار نازنین و مهربانی که فرهیختگانی سلحشور بودند و از ما اینها را هر دور گرفتند و کشتند و پس از مرگ هم مظلوم واقع شدند و گفتن خودکشی کرده، اینا هر دو دروغ بود، ثابت کردم. من مطالبی داریم، مقالاتی داریم، اسنادی منتشر کردیم، همه هست. بگذاریم، برای که یاد کرده باشم از لیلا پهلوی عزیزم و علیرضا پهلوی به شما بگم آنچه که من نمیدونستم. من نمیدونستم دو تا اینا به من یکی یک چیزی پرونده بود. بعد من لیلا، من از علیرضا پرسیدم، من بیشتر فشار داد، گفت ما بابا در خارج از کشور که ما میرفتیم دو تا پاسپورت داشت، شاهنشاه محمد رضا شاه، گفت بابا دو تا پاسپورت داشت و یکیش بود به نام محمد رضا پهلوی، بعد محمد رو ام او محمد رضا پهلوی مینوشت، گفت یکی دیگه پاسپورت بود که محمد محمد مینوشت، ام او مثل اونیون سوفیتیک یو اس آ با یو میلوش محمد، بعد پهلوی پهلوی میلوش پهلوی، یعنی یک شناسنامه به نام محمد رضا پهلوی، یک شناسنامه به نام محمد رضا پهلوی. این لوی رو که میلوش اون موقع چون همه دوستاش هم مثل راکفلر و اینا چیز بودن، اینا میگفتن که این چون از شناسنامه رضا شاه پهلوی هست، اینا یهودی هم که نبوده، حالا بوده و نبوده افتخار یه یهودی بودن. مثلا میخوام بگم اون رفاقت و صمیمیت و نزدیکی که اینها داشتن، اینا بودن این پهلویه. خانواده لوی از خانواده های کهن آریای ایرانی هستن یهودی، که الان هم شما لوی زیاد دارید، پهلوی. و برای همین هم بود که در اون موقع برحال، بعد حتی علیرضا پهلوی به من میگفت اینجا بعد از اینکه ما خارج شده بودیم یک سری از سپرده های بابا به نام همین محمد رضا پهلوی بود که بعد ما اون پاس پهلوی رو داشتیم نداشتیم، دیر دستمون رسید، چه شد که با بانک ها که مراجعه میکردیم و توسط وکیل مجبور شد شهبانو اینها رو مثلا حتی دارایی ها سپرده ها که به نام پهلوی بود رو، چون اینجا بهتون بگم تو خارج از کشور حتی یک یک حرف در اسمتون اشتباه بشه، چون حرف اینجا مثل ایرانی و عربی نیست که زیر و زبر باشه، یک اشتباه کوچیک باشه نمیدن امکاناتو بهت. حتی تو خودت هم که بری اینجا خیلی پیش اومده، اینقدر برای ایرانی ها پیش اومده که من میگم میدونن الان، اینقدر پیش اومده که نه اسماشونه که ترجمه کردن به، یعنی برگردوندن به زبان لاتین یا تاریخ تولداشون و اینا، بعد یهو مثلا برای بیمهشون با لوی دادن، لوی دادن، رمزی دادن، رمزنی دادن، مثلا عباسی بعض جا یک دونه به میزنن دوتا اس، بعض جا دوتا اس میزنن دوتا به. اینا وقتی که دوتا از کارتاتون با هم نخونه مشکل دارید تصدیقت، اگه گواهینامه رانندگی یه جور باشه او یکی دیگه، تو خودت مشکل داری که زنده ای. حالا چه باشه تو میلیاردها دلار میلیونها دلار پول سپرده اینا داری، خونه زندگی تو خارج از کشور داری، بعد یهو حالا پس اینم یادتون نره، یعنی یهودیا انسانهای مهرب اونجور که الان تبلیغ میکنن نیست، ولی فقط هست که اونا نمیبخشن نه فراموش میکنن.
دشمنی که میزنه میزننش. اینجوری نیست مثل شما ایرانی ها که 1400 سال بیان ترتیب بدن بعد حالا یک سال آشتی ملی حالا را بندازیم سید اولاد پیغمبر با قربونش برم. اینجوری نیست. دشمنی که کمر به قتل تو بسته الان هم تو ولش کنی ولش کن، الان دو روز دیگه قدرت میگیره میزنه ترتیبتون میده. مثل که همین الان توی اسرائیل خیلی از اینا که باز دوباره چی میکنن، اینا کسانی هستن که اصلا اسم یهودی گرفتن، یهودی خیلی خوب حرف میزنن، گفتن دیگه ما فلانیم ما فلانیم، ولی یهو توی بهبوهه و حساسیت و فلان اینا یهو اصله گرفتن داشتن، حتی با چاقو هم کشنده یهودی میکشن. اینکه هست. حالا این از اسمها میگفتم که اسم ها اینجوری بود. باری محمد میاد و سلمان پارسی بهش میگه محمد ما الان در تحریم اقتصادی هستیم توی مدینه، یثربی که مدینه شده، خوبه به اینا دستور روزه بدی، سیام. میگه که روزه چیه جرانش؟ میگه روزه اینه که ما ایرانی ها هفته یک روز گوشت نمیخوریم. یهودیان طریقا همینطورن، بعد اصلا گوش که نمیخورن، اصلا زور چیزی نمیخورن، حال دو تا وعده غذا میخورن هفته روز. تو هم بیا این رو بینا بگو که چون الان که نداریم به اندازه کافی بخوریم که در تحریم اقتصادی هستیم. محمد هم اعلام میکنم میگه خیلی خوبه، این من پسندیدم. یک آیه هم سلمان مینویسه در سوره بقره است فکر کنم آیه 108 که روزه بگیرید. این آیه البته موقعی میاد که یک ماهش میکنه، چون اول میگه روزه بگیرید و هفته یک بار کم بخورید، بعد بعدا میبینه که خیلی وضع خراب شده، میدونید که خیلی اذیتشون میکنن اینا رو، امکانات ندارن، میگه خب ماهی ده روز. البته بگم یهودی اون موقع بر اساس تقویم تازی روز عاشورا که دهمین روز از ماه اول سال بوده، چون محرم ماه اول سالشان بوده، اون موقع هم فیکس بوده، مثلا رقصان نبوده، دهمین روزی که عاشورا نام داشته رو اینا روزه میگرفتن. بعد الان تو پوریم هم روزه میگیرن، الان جای دیگر هم گذاشتن که روزه میگیرن و روزهای دیگر رو هست، ولی اون موقع تو شبه جزیره اوتور بوده، یک روز بوده. و این حرفا محمد بعد یه مدتی میره بسخره میگه آقا ده روز در ماه روزه بگیریم. یه مدتی ده روز در ماه، تا اینکه بعدا اون سوره بقره آیه 108 میاد که آقا شما یک ماه باید روزه بگیرید. ولی بعد که وضعش خوب میشه، یعنی امکانات اقتصادی نظامی خورد و خوراکی خوب میشه، وقتی که میاد مکه رو فتح میکنه، سال ها پیش من نوشتم در کتاب از میتات محمد و خدا رو در خواب دیدم زازار گریه میکرد، که همه این کتاب های من الان در یک جمع آوری شده با نام من با خدا رقصیدم. من با خدا رقصیدم 10 تا از کتاب های من و جزوهای کوچیکی که بود مثل خدا رو در خواب دیدم زازار گریه میکرد و غیره، تو این من با خدا رقصیدمه، که اونجا محمد میگه وقتی که فتح میکنه مکره، میگه دیگه نه روزه میگیریم نه نماز، چون به هدف رسیدیم دیگه، نه روزه میگیره نه نماز، میگه اعلام میکنه اینو. خب بدبختای بیچاره جهان اسلام، شما که صبح تا شب روزه میگیرید، معده خیریاتون خراب میشه، فلان میشه، اینجوری بوده جریانش. بعد اینم بگم من که بهائیان عزیز، چون اینها شعار اسلامی رو به گونه نگه داشتن، چون در سرزمین اسلامی بودن که مورد ضرب و شتم و کشتار اینا قرار نگیرن، اونا مثلا در سال 20 روز روزه میگیرن، حالا یک ماه هم نیست، 20 روزه. او 20 روز آخر اسفنده، یعنی قبل از اینکه عید نوروز بیاد اینا هر روزه میگیرن. بعدم روزه اونجورا نیست که اینا، دیگه وارد مبحث نمیخوام بشم. پس روزه گرفتن کلا یک بدعتی است که مقطعی بوده.